کبریو بعد یون که شوهرش جوابش رو داد، زندگی اولویش ویران گشته از خونه خوشتامانش همراه این کودکش نزدی ولیدانش اومد. همراه شوهرش خونه خود رو نداشتن، در خونه خوشتامانش زندگی میکردن. سببگوری اساسی ویران شدن اولویش رو از خوشتامانش میبیند. خی تقدیر خی نخواستن، ما تاجیک بودم و خلق بودن. خی همه خیل آوردن فرم دادن، دیگه سراغم نکردن. کبریو سواد ندارد، خونده و نویسنده نمیتواند. او از اون پشایمون است که چرا در وقتش در مکتب نخونده است. اگر معلومات میداشت امروز کاری پیدا میکرد و زندگیش رو پیش برده میتوانست. شرایط نبود، دادم خودش توقع بود. دادر ما داخل کردیم. عموماً مکتب نخوندی؟ رفتگیم خیلی قنی. تو سیم فیچانی بیا؟ تو سیم فیچاری نیم. بعد نپرسیدن که چی بنا میخونه؟ ای مکتب نپرسیدن؟ نه نپرسیدم، هیچی نگفتم. دیگه نگفتن که بیا بخونه؟ نه. قشلاق بود دیگه اهمیت ندادن، دیگه من شرایط نبود، دادر و مایده بود، دیگه اوچم ازش کرخ دیگه نرفتم. وقتی شده میخوند، وقتی شده هم گفتیم بخونیم خیلی کو نخوندن، هم شو کنیم. خیلی میخوندم یکم جای کار، یکم چی میشیدم در یکم دستگیر یکم. با وجود این مشکلی ها کبریو دلشکسته نیست، او زندگی را دوست می‌دارد، برای در آینده خوش گذشتن زندگیش تلاش دارد.